تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن آیه به آیه رو میشنویم، پا تفسیرش نشستیم. هر آیه چند دقیقه تفسیری قطعی ساده روان فشرده. به جزء 14 که رسیدیم، سوره نحلیم، آیه 48 با هم بشنویم. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. آیا چیزهایی رو که خداوند آفریده نمی‌بینند که چگونه از راست و چپ سایه‌هاش گسترده شده در حال سجده فروتنانه خضوع دارند؟ نگاه نمی کنید به مخلوقات؟ نگاه نمی کنید که چطور سایه های اینها رو زمین در حال سجده هستند، تواضع دارند؟ یتفیع و ظلاله، ظل سایه هست، فی سایه بعد از ظهره، داخرون یعنی در حال تواضع. شاید مراد از یمین شمال هم دو طرف روز بشه، یعنی صبح و غروب. به اشیا نگاه کنید که چطور اشیا سایه دارن و سایه هاش رو زمین خاضعانه هستن. این میخواد بگی که نه فقط اشیا، که لوازم اشیا، خواص اشیا مثل سایه اونها هم در برابر خدا خاضعن. گفت چمن پیاده میرود، سرو سواره میرود. قرآن بخونم، کلون له قانتون، همه چیز در حال تواضع و قنوته. سبح لله فعل ماضی، یسبح لله فعل مضارع، سبحان الذی اسرا بعبده مصدر، سبح یسبح سبحان، کلون له قانتون. نگاه کنید به مخلوقات، خود مخلوقات را نگاه کنید، از چی ساخته شدن؟ به عوارض و آثار مخلوقات هم نگاه کنید، حتی از سایه مخلوقات. خب اگر سایه ها در مقابل خدا تواضع میکنن، ما چی؟ چرا بشه سجده نکنه؟ سجده این هم با شعوره، میگه و هم داخرون. فخر رازی کلمه داخرون را میگه که مال موجودات داخر میگن، چون در قرآن کلمه داخرون مکرر آمده راجع به انسان ها. کلمه داخر این متواضع، تواضع میخواد بگه حسی شعور داره. این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که به سایه ها نگاه کن، چطور سایه ها افتادگی دارن، ما از سایه کمتر نباشیم. آیه 49 چی میگه؟ با هم بشنویم. ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. آیه 50. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اون چه در آسمون ها و زمین هست فقط بر خدا سجده میکنه. من دابه، دابه به موجوداتی که تحرکی، یعنی از مکانی به مکان دیگه حرکت میکنه، منتقل میشه. هر موجودی که جا به جا میشه، تمام جنبنده ها فقط بر خدا سجده میکنه، فرشته ها هم بر خدا سجده میکنن و هیچ تکبری ندارن. فرشته ها یخافون، آیه 5 میگه این فرشته ها یخافون ربهم، از خدا پروا دارن، خوف دارن. یخافون ربهم من فوقهم، یعنی فوق یعنی خداوندی که حاکم و محیط بر اینهاست. فرشته ها از پروردگاری که حاکم بر اینهاست خوف دارن. و یفعلون ما یؤمرون، هر چی امر بشن انجام میدن. جای دیگه هم داریم لا یعصون، فرشته ها هرگز معصیت نمی کنن، هر چی خدا میگه گوش میدن. خب
در این که این آنچه در زمین آسمان را سجده میکنه دو تا نظریه است. یه نظر اینه که وجود اینها سجده است، مثل که میگن این دندونای حیوان نشون دهنده این که سن حیوان چقدره، یا این دایره های تنه درخت نشون دهنده این که سن درخت چقدره. اصل وجود هر چیزی دلیل بر اینه که اینو خدا آفریده. سجده سجده تکوینیه، ولی اون مقداری که بنده بهش معتقد شدم و از آیات رو روایت فهمیدم، نه خیلی، سجده سجده واقعیه، 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 واقعا درخت ها سجده میکنن، واقعا همیشه سجده میکنن. خب ما نمیفهمیم، خود خدا گفته لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیدونید سجده اینا رو، نمیتونید بفهمید. به قول مثنوی میگه که ما سعیمیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، ما هم در دنیا خودمون سجده میکنیم. روایت زیادی داریم که امامان عزیز ما وقتی صدای یک پرنده رو میشنیدن میگفتن این داره سبحان الله میگه. نه یعنی وجود دلیل برای این که حالی که این هست پس خدا هست، مثلا نه، گاهی وقتا مثلا میگیم این نقشه نشون دهنده هنر نقاشه، یعنی ذات نقشه، طبیعت نقشه، وجود نقشه دلالت میکنه، این وجود موجودات دلالت بر خدا میکنه. خب بلی برای خداشناسی خوبه، اما یسبه و یسجدو برای داخرون این تعبیرها تعبیره که بله. خب هستی تنها در برابر خدا سجده میکنه، لله نمیگه یسجد لله، میگه لله یسجدو، فقط برای خدا سجده میکنه. در آسمان ها موجودات زنده هستن، جنبنده هستن که سجده میکنن، فرشته ها تسلیم محض خدا هستن. ترس ما از خدا به خاطر گناهانمونه، ولی ترس فرشته ها از خدا به خاطر عظمت خداست. یخافون ربهم من فوقهم، به خاطر فوقیت، عظمت، مقام بالایی که داره اینو حساب مرن. مثل که میگم و اما من خوافم مقام ربهی، مردان مؤمن از خدا نمیترسن، از مقام خدا میترسن. مثل که گاهی آدم با قاضی رفیقه، ولی تو دادگاه که میره میبینه قاضی رفیقشه، در این حال وحشت داره، قبلا با هم کشتی هم گرفته نه، اما الان چون در مقابل قاضی از مقام قضاوتش حساب میبره. خب این سه تا آیه به ما چی گفت؟ یک، از سایه کمتر نباشید، سایه رو خاک افتاده شما رو خاک بیافتید. دو، تمام جانبنده ها و هستید سجده میکنن، از هستی عقب نمونید. انسانی که سجده نداره وصله ناهمرنگ هستیه. وقتی کلون لهو قانتون، تو چرا قانتون نمیکنی؟ وقتی ما فی السماوات و ما فی الارض سجده میکنن، تو چرا سجده نمیکنی؟ همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. این ماجرا در قرآن زیاد آمده که هستی شعور داره، هستی عبادت داره، قنوت داره، سجده داره. اینا رو خدا ما میگه چند تا فایده داره. یه دو وقتی مثلا آدم فهمید که همه هستی سجده میکنه، غرور نمیگیرش، حالا بنده اگر پاشدم داره که نماز خوندم، هی آستینامو تکو بدم که بله من دیشب نماز شب خوندم، پس از فرشته ها از آستین من بیان بیرون. نه خیلی، تازه شده مثل یه دونه برگ، برگ هم سبحان الله میگه، شن هم سبحان الله میگه، گنجشک هم سبحان الله میگه، خبر نیست. یکی میگه تکبر نکن، وصله هم رنگ، آخه میگم همه جوراب پاشونه، تو چرا جوراب نداری؟ همه سلام میکنن، تو چرا سلام نمیکنی؟ فلانی آمد همه پاشیدن، تو چه مرضی داشتی که پاشیدی؟ یکی میگه هستی تسبیح میگه، میخواد بگه بشر تو وصله همرنگ هستی باید بشی، نه وصله نا همرنگ. یکی هم اگر عبادت کردی غرور نگیده، تازه شده مثل یکی از ذراتی که داره هستی سبحان الله میگه. یکی هم میخواد بگه به درک که سجده نکردی، هستی دارن سجده میکنن، تو برو گم شو. یعنی مثل یکی کسی که میگه آقا من همه حرفا همه گوش بفر میدنم، تو یکی گوش نده. این سه چهار تا برکت داره، دعوت به سجده است، میگه هستی سجده میکنه تو هم سجده کن. دو، جلو غرور رو میگیره که اگر سجده کردی غرور نگیره، تازه شده یکی از ذرات هستی. سوم، تحقیر میکنه که اگر بنده خدا نبودی، نبودی که نبودی، خدا همه هستی بنده شدن، تو یکی نباش. این آثاری است که این آیات داره. آیه 48 49 50 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.